تأثیر بی‌نمازی در زندگی. عاقبت و سرنوشت بی‌نماز. تأثیر بی‌نمازی در خانه. افرادی که نماز نمی‌خوانند، چه روایاتی در مورد سرنوشت قیامت و طرز برخورد ما با این افراد و شخصیت این افراد وجود دارد؟ حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از پدر بزرگوارشان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند: ای پدر جان، سزای مردان و زنانی که نماز را سبک بشمارند چیست؟ فرمودند: ای فاطمه، هر کس چه مرد باشد و چه زن نمازش را سبک بشمارد، خداوند او را به 15 مصیبت گرفتار می نماید: 6 چیز در سرای دنیا و 3 چیز هنگام مرگ و 3 چیز در قبرش و 3 چیز در هنگام قیامت در هنگام بیرون آمدن از قبر. اگر اقامه کنندگان نماز نبودند، بی نماز ها در دنیا هلاک می شدند. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد، نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما، ویدیوی ما را لایک کنید. بی‌نمازی آثار و نتایج شوم فراوان مادی و معنوی را به دنبال دارد. نماز و آثار و برکات آن. عقوبت بی‌نمازی. نماز به عنوان عمود خیمه دین اسلام و از محبوب ترین اعمال نزد خداوند به شمار می رود. خداوند مهربان در قرآن کریم بارها بندگان خود را به برپا داشتن نماز دعوت کرده و ثمرات بسیاری را برای آن قرار داده است. پیامبر اکرم در حدیثی می فرمایند: آگاه باشید که نماز سفره گسترده خدا در زمین است که خداوند آن را روزی 5 بار برای اهل رحمتش، یعنی افراد شایسته رحمت، گوارا کرده است. انسان با برپا داشتن نماز در واقع بر سر سفره الهی نشسته، سفره‌ای که سرشار از نعمت و رحمت است و کمبود و پایانی برایش نیست. اهل بیت علیهم السلام نیز برای نماز اهمیت ویژه‌ای قائل هستند و محبان و شیعیانشان را از سبک شمردن آن پرهیز کرده اند. امام صادق علیه السلام در حدیثی معروف می‌فرمایند: هرگز شفاعت ما به مردمی که نماز را سبک بشمارند نخواهد رسید. کسانی که به نماز به عنوان تکلیف و خواست الهی بی توجهی کنند و آن را کوچک بشمارند، خداوند نیز به خواسته ها و اعمال آنان توجهی نخواهد داشت. امام صادق علیه السلام می فرمایند: هر زن و مردی که به نمازش بی اعتنا باشد، خداوند او را به 15 چیز مبتلا می سازد و قبر را بر او تاریک و تنگ می گرداند. نمازی که با سهلنگاری و تحقیر خوانده شود مورد قبول خداوند واقع نمی شود. دور ماندن از امان خدا و رسولش. رسول گرامی اسلام می فرمایند: کسی که نماز را عمدن و بدون علت ترک کند، از امان خدا و رسولش دور خواهد بود. اگر اقامه کنندگان نماز نبودند، بی نماز ها در دنیا هلاک می شدند. امام صادق علیه السلام می فرمایند: همانا خداوند به وسیله شیعیان نمازگزار ما از شیعیان بی نماز ما بلا را دفع می کند، ولی اگر همه تارک و صلات بودند، هر آینه همه هلاک می شدند. ورود به جهنم. در سوره مدثر در آیات 40 تا 43 خداوند از این حقیقت پرده بر می دارد. بهشتیان سوال می کنند از مجرمان:
چه چیز شما را به دوزخ وارد ساخت؟ میگویند ما از نمازگزاران نبودیم. میدانید چرا انسان با ترک نماز چنین روزی پیدا میکند؟ چون کسی که با خدا در ارتباط نبود، بناچار با شیطان در ارتباط خواهد شد. از این رو جایگاه او جز جهنم جایی نیست. و مصائبی که هنگام مرگ به او میرسد بدین ترتیب است: 1. با حالت خاری و زبونی جان میدهد. 2. گرسنه میمیرد. 3. تشنه جان میسپارد، به گونه ای که اگر آب تمام رودخانه های دنیا را به او بدهند سیراب نگشته و تشنگیش برطرف نمی شود. مصیبت های 15 گانه در دنیا، مرگ، قبر و قیامت شامل سبک شمردن نماز می شود. در روایات آمده است حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از پدر بزرگوارشان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند: ای پدر جان، سزای مردان و زنانی که نماز را سبک بشمارند چیست؟ فرمودند: ای فاطمه، هر کس چه مرد باشد و چه زن نمازش را سبک بشمارد، خداوند او را به 15 مصیبت گرفتار می نماید: 6 چیز در سرای دنیا و 3 چیز هنگام مرگ و 3 چیز در قبرش و 3 چیز در هنگام قیامت، در هنگام بیرون آمدن از قبر. و اما مصیبت هایی که در دار دنیا بدان مبتلا می گردند عبارت است از: 1. خداوند خیر و برکت را از عمر او بر می دارد. 2. خداوند خیر و برکت را از روزیش بر می دارد. 3. خداوند عزوجل نشانه صالحان را از چهره او محو می فرماید. 4. در برابر اعمالی که انجام داده پاداش دادن نمی شود. 5. دعای او به سوی آسمان بالا نمی رود و مستجاب نمی گردد. 6. هیچ بهره‌ای در دعای بندگان شایسته خدا نداشته و مشمول دعای آنان نمی شود. و مصائبی که هنگام مرگ به او می رسد بدین ترتیب است: 1. با حالت خاری و زبونی جان می دهد. 2. گرسنه می میرد. 3. تشنه جان می سپارد، به گونه ای که اگر تمام آبهای رودخانه های دنیا را به او بدهند سیراب نگشته و تشنگیش برطرف نمی شود. و مصیبت هایی که در قبرش به آن گرفتار می گردد بدین قرار می باشد: 1. خداوند فرشته ای را بر او می گمارد تا او را در قبر نگران و پریشان نموده و از جایش برکند. 2. خداوند قبر او را بر او تنگ می گرداند. 3. قبرش تاریک می شود. بنابراین با توجه به روایات گفته شده براحتی می توان این نتیجه را گرفت که عاقبت شومی در انتظار فرد بی نماز می باشد و در روایات از او بسیار مذمه شده است و وی را همردیف کافر، خراب کننده دین، از بین برنده عمل، یهودی، نصرانی، مجوسی و بی بهره از اسلام معرفی کرده است. البته این به معنای کافر بودن شرعی تارک الصلات نیست، لذا تا وقتی منکر نماز به عنوان یک اصل ضروری دین نباشد مسلمان هست. ارتباط و برخورد با تارک الصلات. رفت و آمد با کسانی که نماز نمی‌خوانند اشکال شرعی ندارد، البته اگر ترک رابطه باعث آگاهی و اصلاح ایشان می‌شود از باب نهی از منکر لازم است. اما اگر ترک رابطه اثر خوبی ندارد می توان بر رابطه ادامه داد، ولی حداقل امر به معروف عملی که ارشاد زبانی است ترک نشود.
رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا. برای ویدیوهای اینچنینی نکست مدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.